خدمت همه هموطنان عزیزم و دوستان دیگه‌ای که با ما هستن سلام عرض میکنم و شما پس آماده این که من شروع کنم؟ بله خانم دکتر، اگر شما اجازه بدید من مقدمات برنامه رو بگم و بعد برسیم خدمت شما و برنامه رو دیگه به صورت رسمی شروع کنیم. حتما. خواهش میکنم. درود و سلام میفرستم به همه دوستانی که ما رو همراهی میکنن با یکی دیگه از برنامه های مناسبت های ایرانی ایران پایدار در خدمتون هستیم. این برنامه به مناسبت 28 اردیبهشت ماه سال روز در حقیقت روز بزرگداشت خیام برگزار میشه. بر اساس اطلاعاتی که وجود داره به نظر میرسه امروز یعنی 28 اردیبهشت ماه زاد روز خیام هم هست و به همین دلیل این روز رو روز بزرگداشت خیام نامگذاری کردن که یکی از متفکرین و ریاضیدانان و فیلسوفان بزرگ ایرانیه که شهرت جهانی هم داره. من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم، میرسیم خدمت میهمان محترم برنامه خانم دکتر فاطمه کشاورز. و خانم دکتر اگر صحبت مقدماتی با دوستان هست بفرمایید تا بعد و در مرحله بعد اگر امکان داشت برای دوستانی که ممکنه آشنایی کمتری با شما داشته باشند شرح مختصری در مورد خودتون بفرمایید، در حقیقت کجا متولد شدید، کجا تحصیل کردید و امروز کجا هستید، و بعد برسیم به موضوع اصلی برنامه و خیام و موضوع سخنرانی شما. بله بسیار عالی، خیلی ممنون. مجدد عرض میکنم خدمت همه دوستانی که با ما هستن. من فاطمه کشاورز هستم، من اهل شیرازم، در شیراز به دنیا آمدم و در تحصیلات ابتدایی و مقدماتی رو در دانشگاه شیراز گذروندم و بعد از اون مدتی در مدرسه علوم شرقی لندن به تحصیل مشغول بودم. در حال حاضر هم در آمریکا در خدمتتون هستم، در شهر واشنگتن و مسئول مدیر امور کاری برنامه ایرانشناسی روشن هستم که همکاران دیگری هم البته اینجا با ما هستن، من یکی از اونها هستم و با علاقه بسیار آثار و نوشته ها و کارهای همکاران داخل ایران رو هم دنبال میکنم و خیلی سپاسگزارم از اینکه منو دعوت کردید. یکی از موضوعات مورد علاقه من در که دربارش خیلی مفصل کار کردم تحلیل ادبیات عرفانی که هست که به زبان فارسی نوشته شده و در ایران بزرگان بسیاری از جمله مولانا که با خانوادهش البته در کوچکی از ایران مهاجرت میکنه به این برنامه، به این فکر، به این تحلیل، به این مفهوم ارزش‌های جهانی دادم. همونطور که میدونیم مولانا الان درست مثل خیام یکی از شخصیت‌های جهانی ماست. ارزم به حضورتون من شعر میگم، خیلی ارادت دارم به شاعران گذشته و معاصر و دیگه بیشتر وقت شما رو نگیرم، خیلی خوشحالم که الان در خدمتتونم. خواهش میکنم خانم دکتر، ما هم خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. خانم دکتر امکانش هست چون قبلا یک سری از دوستان پیام داده بودن مؤسسه روشن رو در حقیقت که وابسته به دانشگاه میلند هست، اگر امکان داشت خیلی کوتاه معرفی بکنید چه کاری انجام میشه اونجا تا بعد برسیم موضوع برنامه. بله حتما. عرض کنم که از سال 2008 یعنی الان تقریبا میشه یه چیزی در حدود 14 سال که از عمر مؤسسه میگذره، یکی از ایرانیان فرهنگ دوست که اینجا بسیار نقش عمده بازی کردن در به اصطلاح حمایت از تدریس فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی، خانم دکتر الهه میرجلالی از پایگزاران این مرکز هستند و کسی که به طور کلی مرکز رو شروع کرده. ما تنها برنامه‌ای هستیم که در آمریکا در این مرحله به اصطلاح برنامه لیسانس داریم که بچه‌ها میتونن در رشته فارسی لیسانس بگیرن. استادان برجسته تدریس زبان داریم، در ضمن تاریخ ایران، ادبیات ایران،
چه کهن چه مدرن، همه رو تدریس میکنیم اینجا و دانشجوهای دکتری داریم. به این ترتیب که اگر دانشجویی به بخش مطالعات تطبیقی ما اپلای کنه یا به بخش زبان انگلیسی یا به بخش تاریخ و غیره و موضوع مطالعه به ایران مربوط باشه، ما از این دانشجو حمایت میکنیم، چه از نظر مالی تا حدی که امکانش وجود داشته باشه و چه از نظر معنوی که احساس داشتن یک خانواده فکری و علمی مربوط به ایران رو داشته باشه در اینجا. و بسیاری دانشجویان برجسته داشتیم، حتی در مدرسه موسیقی، در مدرسه های مختلف که الان خودشون به اصطلاح پروفسور هستن، در رشته های خودشون دارن ایران رو تدریس میکنن. به سایت ما اگر نگاه کنن دوستان متوجه میشن که ما در ضمن در مطالعات دیجیتال فارسی داریم اولین پایه ها رو میریزیم که بتونیم بزرگترین کتاب خونه اینترنتی زبان فارسی رو در جهان به صورت رایگان به وجود بیاریم. البته الان در مقدمش هستیم، ولی تیم خیلی برجسته‌ای داریم، گرانت های مختلف داریم از مؤسسات آموزشی اروپایی و آمریکایی و امیدواریم که با در واقع رئیس این برنامه آقای متیو میلر از شاگردان زبان فارسی خود من بوده که الان استاد منم هست و تز دکتریشو درباره عراقی نوشت. و عرضم به حضورتون الان ما واقعا خیلی در این مورد هیجان زده هستیم، برای اینکه در لاتین و یونانی و غیره چنین مرجع‌های بزرگ اینترنتی وجود دارند، ولی ما برای فارسی این رو نداریم و می‌خوایم این کاملا در دسترس همه و به قول معروف فری آف چارج، یعنی هیچ هر کسی که میخواد بیاموزه بتونه از این کتابخونه درباره ایران به مطالب مختلف دسترسی پیدا کنه. همکار دیگه دارم خانم مرجان موسوی که تئاتر ایران رو تدریس میکنن، آقای دکتر نوید بازرگان با ما هستن و بسیار دوستان دیگه، واقعا تیم علاقمند و متعهدی به فرهنگ ایران داریم که دارن کارهای بسیار برجسته ای انجام میدن و باعث افتخار ماست که بتونیم قدمی برداریم توی زمین. سپاسگزارم خانم دکتر. من همینجا از آقای دکتر نوید بازرگان هم سپاسگزاری میکنم که ارتباط ما رو با خانم دکتر کشاورز برقرار کردن و سعادتی شد که با ایشون آشنا بشیم. خانم دکتر اگر موافق باشید برنامه رو به دو قسمت تقسیم کنیم. در قسمت اول در خدمت شما باشیم و صحبت‌های شما رو در مورد خیام بشنویم و در قسمت دوم و انتهای برنامه هم من بخش کامنت ها رو باز میکنم، داخل برنامه بخش کامنت ها رو بستم که تصویر خانم دکتر رو بهتر داشته باشیم. در پایان برنامه هم بخش کامنت ها رو باز میکنم، دوستان احیانا اگر پرسشی داشتن در بخش پرسش ها طرح کنن و در تقریبا 20 دقیقه پایانی برنامه هم به پرسش های دوستان میپردازیم. خانم دکتر ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خیلی خوشحالم. خب من عنوان سخنرانیم رو امشب گذاشتم ای بس که نباشیم. که به طور خاصی به جهان اطرافش توجه میکنه، حالا چه جهان کیهانی و چه جهان زمینی که در اطرافش حیات میگذره. سوالهای بسیاری هم درباره اینها داره که بعضی از این سوالها بی جواب هستند، ولی مثل هر دانشمند برجسته دیگری خیام آگاه از این مسئله که اغلب سوالها از جوابها اگر مهمتر نباشند کم اهمیتتر نیستند. این است که سعی میکنه این سوالها رو در به اصطلاح فضای ذهنی ما زنده و فعال نگه داره. همینطور که میدونین از این برنامه 18 ماه مه یا 28 اردیبهشت زادروز خیام هست و چه خوب بود اگر که جهان تمام ابعاد کار خیام رو میشناخت. این شخصی که هم ریاضیدان هم کیهانشناس و هم شاعر برجسته‌ای بود و هم روشنایی اندیشش درباره فلسفه حیات هنوز
داره جهان رو روشن میکنه. ولی اکثرا اطلاعات درباره خیام به رباعیاتش محدود میشه و اون هم متاسفانه نه با اون دقتی که ما میتونیم خواهانش باشیم. در همونطور که میدونین ادوارد فیتزجرالد انگلیسی در قرن 19 میلادی ترانه های خیام رو به انگلیسی ترجمه کرد و در انگلستان یک طوفانی از بحث و پرسش بر سر این ترجمه ها به پا شد. حتی تا حدی که فیتزجرالد مجبور شد یه مدت این مسئله رو به اصطلاح مسکوت بذاره برای 4-5 سالی و بعد مجدداً برگرده به طرفش. خود فیتزجرالد اون چیزی رو که در باب بی‌پاسخ موندن سوالات خودش بود همه رو در خیام پیدا کرد و جستجوی خیام برای دانش و آزاداندیشی و تأکیدش برای فرستادن ذهن آموزندگان در جهت پرسش به جای تسلیم به جوابهای پیش ساخته خیلی برای اونها جذاب. حالا نکته‌ای که من میخوام روش تأکید کنم اینه که این جستجوگری ذهنی و این رفتن به سوی سوالهای بی جواب واقعا به طور ناگهانی در خیام خلق و سائل نشده. این ریشه در یک سنت دیرینه علوم انسانی داره که پایه‌های دانش و اندیشه خیام هم بر اون استواره و ما این گنجینه آموزه‌های کهن رو به عنوان ادبیات و فرهنگ کهن فارسی و فارسی زبانان میشناسیم. با کمال تأسف برای مدت درازی من خصوصا در قرن اخیر ما به جای اینکه این ارزش ها رو راهگشا بدونیم بیشتر رفتیم فقط در جهت تکنولوژی که البته هیچ انتقادی با اون نیست، تکنولوژی رو هم بسیار لازم داریم، ولی این اندیشه و این بیش از اندیشه در واقع جستجوگری رو که در این ادبیات کهن ما تا به امروز واقعا مثل یک گنجینه بزرگی وجود داره، ما اینو تبدیلش کردیم به یه شیء گرانبها و تقریبا توی یه جور موزه ازش نگهداری میکنیم. در واقعیت گفتمان شعری فرهنگی فارسی به اعتقاد بنده بسیار پیچیده تر، فرهنگ سازتر و فکر پرورتر و زندگی سازتر از یک شیء هنری است و این شاهرگ حیاتی هنر و اندیشه ماست که در واقع مثل ارتباطات اینترنتی این روزها عمل میکرده و تا الان هم این کارو میکنه. چه بسا که من با شخصی در هندوستان یا در افغانستان یا در تاجیکستان برخورد کنم و این شخص از من شعر سعدی بخواد یا سخنی از مولانا بخواد. در قدیم هم میخونید مرتب که وقتی شخصی وارد میشه به جایی اکثرا در مخصوصا در مسیر راه ابریشم یکی از سوالات اینه که مثلا از سخنان سعدی چه دارید، یا میبینیم که خود سعدی میگه هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار. نه این ممکنه به نظر ما خیلی عادی برسه ولی واقعیت اینه که در زمان سعدی جهان رو بزرگ دیدن و این فراخی رو پذیرفتن چیزیست که اکثر نقاط مختلف جهان این بینش رو نداره، یعنی خودش رو و فقط اون حوضچه کوچیک خودش رو میشناسه. بنابراین یکی از نکات که میخوام خدمت دوستان عرض کنم اینه که بی هیچ تردیدی خیام هم در این سنت فرهنگی فارسی غوطه خورده و روی قولهای شانه قولهای قبل از خودش ایستاده. به قول داروین که گفت من اگر دور میبینم برای اینه که روی شانه قولهای قبلی ایستادم و این در مورد خیام هم درسته. حالا در چنین فضایی متاسفانه آگاهی از خیام به جهات مختلف به نظر من دچار خدشه شده. اکثرا خیام یه جور بدبینی و بیزاری از زندگی و اینکه مثلا یک تجربه کوتاه از زندگی بنابراین باید خودمون رو در خم شراب غرق کنیم و این چنین تصورات و برخوردهایی که البته مطمئنم که
همه اینجور فکر نمی کنن، ولی متاسفانه در باب خیام اغلب گفته میشه. متاسفانه این مسئله ریشه در اون تصور نادرست و اغراق‌آمیزی داره که شرق شناسانی که با خیام در قرن 19 برخورد کردن در عصر ملکه ویکتوریا، که اساساً انقدر سطح دید اینها بسته بود که نمی توانستن یک متفکر و شاعر شرقی ایرانی رو با اون جذابیت و عمق ذهنی بپذیرن، یعنی اصلا چنین شخصیتی رو بر نمی تافتن. به این دلیل تبدیلش کردن این خیام رو به یک شخص بدبین بی علاقه به حیات که داره میگه همین لحظه باید بچسبیم به همین لحظه. و البته خب اگر با کارهای علمیش هم آشنا بودن مجبور میشدن بپذیرن که این شخص داره شبانه روزش رو صرف آموختن و آموزش دادن میکنه، ولی متاسفانه این آگاهی هم نبوده. البته شک نیست که خیام در باب شناخت حیات و درک اسرار علمی و فلسفیش اغلب برخورد میکنه با ندانستنهایی که با اینها کنار نمیتونه بیاد، چرا که ذهنش همیشه دنبال میکرده پیدا کردن پاسخها رو. اینو من نمیخوام واقعا بپوشونم، و ولی دانشی که میخواسته به منظور معنای بیشتر بخشیدن به فرصت کوتاه حیات بوده. یعنی یکی از گله های خیام فرصت کوتاه حیاته، که چرا ما درست وقتی به مرحله‌ای میرسیم که این میتونیم آنچه را که گرفتیم به دیگران بدیم و کارهای بیشتری باش بکنیم وقت رفتنمون. حالا برگردیم به اینکه خیام کیست. خیام در 18 ماه 1048 که میلادی در یکی از قدیمی ترین محله های نیشابور به اسم شادیاخ به دنیا میاد و تا زمانی که در میگذره در همون شهر، یعنی چنان که انگار که حس رفتن خودش رو کرده بوده بر میگرده به شادیاخ و در همون شهر در میگذره. و در اون زمان شخصیت بسیار شناخته شده ای هست در علم، فلسفه، در میان فارسی زبانها که هیچ، حتی در بین عربی گویان که ما میبینیم در متون بهش اشاره میشه. حدود 2 قرن بعد از فوت خیام میراث شعریش هم شروع شده بوده که اضافه بشه به این گنجینه. و همینجا میخوام یه اشاره کوتاهی بکنم که متاسفانه یکی از داستانهای نادرست دیگه این هست که ایرانی ها خیام رو نمیشناختن. آقای فیتزجرالد اومد این رو به انگلیسی ترجمه کرد، خیام شد یه شخصیت مهم و ما بعدن رفتیم دوباره خیام رو کشف کردیم، که این به دلایل بسیار درک نادرستی است. یک دلیل بسیار سادش اینه که ما اون اندازه نسخه های خطی از رباعیات خیام داریم که خیلی هاشون هم دچار به اصطلاح مقداری اضافات و اینها هستن، ولی حالا صرف نظر از دقت یا عدم دقت این نسخه ها، شما به اسم کسی که شناخته شده نیست نسخه نمی نویسید. شما خود شعر کسی رو که هیچ کس نمیشناسه شعرتون رو به اون نسبت نمیدید. بنابراین این تصور که انگلیسی ها خیام رو به ما نشون دادن، این واقعا این تصور رو باید گذاشت از ذهن بیرون. خب برگردیم به خیام. خیام پدرش متاسفانه بی سواد بود و ولی بسیار انسان دانایی بود و خیلی زود فهمید که فرزندش یک فرزند عادی نیست و سعی کرد که ببینه به چه ترتیب میتونه آموزش، امکان آموزش براش فراهم کنه. در شهر شادیاخ به شغل خیمه دوزی مشغول بود که به همین دلیل هم خیام خانواده به اسم خیام معروف. افسانه ای هست که خیام رو پیش قاضی محمد، که مولوی قاضی محمد که یک شخصیت علمی اون زمان بود، برد و خیام 5 سال داشت و پدرش میخواست که آموزش قرآن رو براش شروع کنه و قاضی محمد شروع کرد به صحبت کردن با خیام
و بعد به پدرش گفت که تو یک کسی بهتر از من باید برای خیام پیدا کنی. و هر حال این حتی اگه افسانه هم باشه، افسانه ها در جهتی ساخته میشن که اطرافیان شخص اینها رو به اصطلاح مستند میدونن، یعنی به اصطلاح انعکاسی است که از وجود خیام و حضورش در تاریخ ما هست. خیام به هر حال تا وقتی که به جوانی برسه هندسه و جبر و کیهانشناسی رو بسیار دوست داره و از همه چیز بیشتر مطالعه میکنه، فلسفه رو هم با علاقه بسیار مطالعه میکنه و در تمام این علوم خودش رو شاگرد ابن سینا میدونه. روزی که خیام در میگذره نسخه خطی اشارات و تنبیهات کنار تختش بوده، اشارات و تنبیهات ابن سینا، و علامتی که اونجا گذاشته بوده نشون میده که داشته در اون روزهای آخر حیاتش ابن سینا میخونده، ادامه داده بوده به اون فکر. به احتمال زیاد افسانه‌ای که خیام با خواجه نظام الملک و حسن صباح و غیره بوده به عنوان سیاره دوستانی درست نیست و از اشتباهات تاریخی و اختراعاتی است که اکثر ملت‌ها درباره بزرگانشون میکنن. به هر حال اونچه که میدونیم اینه که خیام بعد از اینکه در نیشابور مدرسه ابتدایی رو به کار به پایان میبره راهی سمرقند میشه و اونجا رساله معروف خودش رو در جبر، رساله در جبر مینویسه برای قاضی ابوطاهر. و به زودی در زندگی قاضی ابوطاهر که شخص دانشمندی است، خیام تبدیل به یک شخص شناخته شده و مهم میشه و هم این قاضی ابوطاهر هست که خیام رو به دربار سلطان جلال الدین ملک شاه سلجوقی میبره و به سلطان معرفی میکنه. تقویم جلالی که امروز هنوز مورد استفاده ماست یکی از نتایج فرخنده همین برخورد. شاید ندانید، شاید هم بدانید که علارغم اختراع انواع ابزار جدید برای مشاهده و اندازه‌گیری حرکت‌های کیهانی، این تقویم، یعنی تقویم جلالی خیام، هنوز دقیق‌ترین تقویمی است که تا به امروز تدوین شده. خب یه چنین شخصیت جذابی رو همه مال خودشون میدونن، از دید صوفیان صوفی است چرا که میخواست ورای ظاهر رو ببینه، ملیگراها شدید از به اصطلاح شعوبیه و دنبال روحای اونها، خیام رو از خودشون میدونن، اگناستیک ها که منکر وجود خداوند هستن خیام رو از خودشون میدونن، هدونیست ها که جویندگان لذات مادی این دنیا هستن، همه و همه خلاصه خیام رو از خودشون میدونن. اونچه که من به عنوان برداشت شخص خودم میتونم اینجا خدمت شما تقدیم بکنم این هست که خیام یک شاعر و دانشمند ایرانی مسلمان هست، ولی هرگز از دین ابزاری برای خودنمایی قدرت درست نمی کنه. علارغم اعتقادش به خداوند سوالات بی جواب بسیاری داره درباره حیات، اهداف حیات، آغاز پایان زندگی و هرگز حاضر نیست. هرگز حاضر نیست که پاسخهای پیش ساخته ای رو که دانش پزشکی، دانش ریاضی، علم فلسفه یا مقامات دینی اعلام میکنن، حاضر نیست اینها رو به عنوان دربست، به عنوان پاسخ سوالهای بنیادین حیات قبول کنه و در مورد تمام اینها شخصا به کار میپردازه که حالا درباره مسائل مختلفش خدمتتون میگم. چرا من چنین تصویری از خیام میبینم؟ اولا که خیام رساله فلسفی بسیار با ارزشی داره به عنوان رساله کلیات وجود که اگر دوستان با این آشنایی نداشته باشن من خیلی توصیه میکنم. در این رساله خیام به شکل واضح از وجود خداوند و راه های اثبات وجود خداوند صحبت میکنه. نکته دوم این که خیام با سنایی شاعر و عارف دوستی نزدیک داره. این مسئله رو مثلا من چند سال پیش کشف کردم، برای اینکه یه نامه وجود داره که این نامه رو آقای مجتبی مینوی
استاد برجسته زبان ادبیات فارسی در یکی از کتابخانه های اگر اشتباه نکنم ترکیه پیدا میکنن و بعد به اصطلاح نسبت دقیقش رو به اون زمان و به خیام تایید میکنن و این مستلزم بررسی های مختلف از کاغذ و جوهر رو بگیریم تا سبک نوشتار. داستان این نامه این هست که صناعی که در غزنه زندگی میکنه به سمرقند آمده مدتی و با خیام هم نشینی و صحبت داره و بعد دوباره به سمرقند برمیگرده. وقتی که صناعی به سمرقند برمیگرده پولی در شهر گم شده و این دزدی رو به غلام صناعی نسبت میدن. غلام هم برای نجات جان خودش صناعی رو متهم میکنه. در این نامه صناعی از خیام خواهش میکنه که نامش رو از این تهمت پاک کنه و برای قاضی سمرقند کافی است که خیام به عنوان یک شخص که مقام معتبر علمی و فکری شهر هست و تاییدش مورد تایید و پذیرش قاضی سمرقند هست اسم صناعی رو از این مسئله پاک کنه و نظر و شهادت خیام رو میپذیر. نکته آخر درباره اعتقادات خیام این است که همونطور که خدمتتون گفتم روز آخر زندگیش خیام در خانه اشارات و تنبیهات میخونه و آخرین کاری که انجام میده اینه که از بستر بر میخیزه و با تمام افرادی که حضور دارن اونجا یک نماز جمعی میخونه و آخرین سخنی که به زبان میاره این هست: خداوندا، دانش من از تو به اندازه توان من است، مرا ببخش چرا که دانش من تنها راه رسیدن من به توست. و این عبارت خودش به اندازه عمر خیام هست که احتیاجی واقعا به تحلیل نیست و اینکه درک خودش رو، درک علمی خودش رو، دانش خودش رو راهی برای رسیدن به معنویات میدونه این مسئله رو بسیار واضح بیان میکنه. چیزهای دیگه ای که درباره خیام میدونیم که حافظه فوق‌العاده ای داشته. مشهور هست که نسخه ای رو 7 مرتبه در اصفهان میخونه برای اینکه بتونه وقتی برمیگرده به نیشابور به شاگردش دیکته کنه و محتویاتش رو از دست نده. شخص بسیار صریح است. فرماندار سمرقند با ایشون دچار مشکلی میشه چون شخصی رو به اصطلاح حمایت میکرده که اون شخص از دید خیام دانش کافی برای اون چیزهایی که میگفته نداشته و روز این شخص به این فرماندار به خیام میگه که نظر شما درباره این که این شخص ابن سینا رو به کلی رد میکنه چیست؟ خیام میگه نظر من این است که این شخص اصلا ابن سینا را نمیفهمد که رد بکند یا نکند و بنابراین با این همه رکگویی خیام ترجیح میداده که گوشه گیری کنه و به کارهای خودش بپردازه. خب به خیام دانشمند نگاهی بکنیم. ببخشید، دلپسندترین موضوع برای خیام ریاضیات بود. با آنکه به مهارت‌هاش در ریاضی توجه فراوان شده، متأسفانه علاقه خیام به فلسفه ریاضیات که در تمام نوشته‌هاش منعکس هستند، مورد بی‌توجهی قرار گرفته. دانشمندان ایرانی خصوصا کسانی که به زبانهای مختلف می نویسند می بایست به این مسئله توجه کنند، با استفاده از دانش علمی خودشون به فلسفه ریاضیات که خیام مطرح می کنه بپردازند. یکی از مهمترین سوالات علمی برای خیام شناختن ترتیب ریاضی کائنات هست و اینکه این ترتیب از چه منبعی ناشی میشه. به زبان دیگه، چرا نظم جهان بیرون یعنی جهان طبیعی تا این اندازه به نظم ریاضیات نزدیکه؟ نقل قولی دیگری از خیام هست که بسیار زیباست. میگه سخن گفتن از حیات، سخن گفتن از نظمی است
که موضوع بحث ریاضی است. و شما اینجا میتونید این ارتباط بین خیام، بین ریاضی و اعداد و حیات رو ببینید. به نوعی خیام میشه گفت مجذوب اعداد هست. حالا میخوام چیزای خدمتتون بگم که خودم به اندازه کافی درکشون نمی کنم که بخوام با جزئیات بیشتر توضیح بدم، ولی خیام کسی است که تئوری اعداد رو در واقع پیش میبره، خصوصا اعداد گویا و اعداد گنگ که در انگلیسی بهشون rational and irrational numbers میگیم. اینها رو روی یک اسکیل ریاضی قرار میده و واقعا در زمینه تئوری اعداد یک انقلابی برپا میکنه. نکته دیگر این هست که وقتی از علم خیام و علم سخن میگیم، متاسفانه باید آگاه باشیم که مثلث خیام کرجی که بعدا پاسکال هم از اینها استفاده کرده، امروز اساساً به عنوان مثلث پاسکال شناخته میشه. و شما اگر دنبال کنید این رو در اینترنت میبینید که اگر شما اونجا بزنید مثلث خیام یا مثلث خیام پاسکال، میبردتون به مثلث پاسکال. و این نکته است که ریاضیدانان ایرانی خب در موردش دارن کارهای انجام میدن. میگم من واقعا در مرحله ای نیستم که بیشتر توضیح دقیق بدم، ولی این مثلث از ردیف اعدادی تشکیل شده که همه با عدد یک شروع میشن و اعداد دیگر این مثلث رو میشه با جمع کردن دو عدد از نقطه پایانی ردیف بالا محاسبه کرد. و همونطور که گفتم لطفا نپرسید چرا و چطور، ولی این برای محاسبه احتمالات به کار گرفته میشه. یعنی در واقع حساب احتمالات بر شانه خیام ایستاده. و چطور خیام این رو کشف کرده؟ با خواندن آثار یک ریاضیدان برجسته دیگر ایرانی که تقریبا کاملا ناشناخته است به عنوان به اسم کرجی. و خیام به اندازه‌ای از این مسئله هیجان زده میشه که در تمام آثارش وقتی درباره این مثلث می‌نویسه، کرجی و خدمات کرجی رو با دقت ابراز می‌کنه. حالا این که چطور آقای پاسکال، که البته من نمیخوام به هیچ وجه سهم ایشون رو بی‌ارزش بدونم، ولی چطور به این دسترسی پیدا کرده، شاید از ترجمه هایی که از آثار فارسی و عربی به لاتین میشده و یا به اصطلاح همون به اصطلاح در قرون وسطا میدونیم که بسیار مطالب مختلف از یونانی و لاتین به عربی ترجمه میشن یا بالعکس. ولی متاسفانه سهم خود دانشمندان این دوره زیاد اعلام نشده و قبول نشد. نکته دیگر این است که خیام دو قول بزرگ ریاضی رو به مبارزه میکشه، یکی ارشمیدس و اصل اندازه‌گیری وزن فلزات در زیر آب رو با استفاده از دو دانشمند برجسته ریاضیات ایرانی، عبدالرحمن خازنی و ابو منصور نیریزی. با استفاده از آثار اینها خیام رساله‌ای در اشتباهات ارشمیدس داره و در این زمینه با کمال صراحت، با وجود اینکه به ارشمیدس ارادت داره، اشتباهاتش رو تصحیح میکنه و اعلام میکنه. نکته دیگر این است که شاید یکی از برجسته ترین خدمات خیام به ریاضیات باشه تصحیح انتقادی خیام از هندسه اقلیدوسی است. با استفاده از با انتقاد واضح از اصل پنجم اقلیدوس که درباره خطوط موازی است و خیام این اصل رو ناقص توصیف میکنه و 8 قاعده خودش رو به این قواعد اقلیدوسی اضافه میکنه. خب میشه ساعتها واقعا درباره خیام ریاضیدان سخن گفت و مطمئنم که در میان دوستانی که گوش میدن به ما دانشمندانی هستن که این نکات رو بسیار خوب میشناسند و دنبال کردن. امید روزی که ما اینها رو بتونیم واقعا در نوشته های دانشمندان ایرانی ساکن نقاط دیگه جهان با وضوح بیشتری ببینیم. و اما خیام شاعر.
به دلیل شهرت فراوان خیام در دانش و فلسفه هم اسرانش اونقدر به شعرش نپرداختن. دو قرن تقریبا میگذره تا اینکه ترانه های خیام بیشتر مورد توجه عام قرار میگیره. دلیل یکی از دلایلی که خیام شاعر رو در مرکز قرار نمیگیره در مقدمه این هست که خیام دیوان شعر درست نمی کنه. بسیاری از متفکرین ما و شاعران ما در زمان خودشون یا بعضی در مدت کوتاهی بعد از خودشون دیوانهایی ازشون درست شد. نکته دیگه این هست که شاید شاعری خیام رو دو قرن طول میکشه تا ایرانی ها بهش برسن. این خیام در فرم ترانه فقط شعر میگه. ما تا جایی که من میدونم غزل یا قصیده ای از خیام در دست نداریم، مگر اینکه در یکی از نقاط جهان واقعا بسیار هستن نسخه های خطی فارسی که ما ازشون از متونشون اطلاع کامل نداریم و به همین دلیل هم داشتن یک کتابخانه اینترنتی از اونها بسیار مهمه. خب برگردم به خیام شاعر. ما ازش غزل یا قصیده ای ندیدیم. خودش به شاعری خودش اشاره نمی کنه. بعضی رباعیات در دیوانهاش دیده میشه که در دیوانهای دیگرانی از قبیل ابوسعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری، بابا افضل کاشانی و غیره میبین. در واقع در طول زمان تعداد رباعیات منسوب به خیام از چیزی در حدود 100 تا چیزی در حدود 1000 افزایش پیدا کرده. ادیشن های مختلفی که داریم، یکی از آرتور کریستنسن هست که 121 رباعی هست، نمونه هایی که صادق هدایت جمع آوری میکنه 142 رباعی هستند و زکاءالملک فروغی 178 رباعی رو به خیام نسبت میده. با انتشار ترجمه های فیتزجرالد از رباعیات خیام به طور ناگهانی در عرض چند دهه شخصیت خیام عالمگیر میشه و واقعا منظورم عالمگیر هست، نه فقط اروپا. برای مثال 32 ترجمه به انگلیسی ما الان از خیام داریم، 32 ترجمه مختلف، 16 ترجمه ببخشید به زبان انگلیسی و 16 ترجمه به زبان فرانسه داریم از خیام، 12 ترجمه به آلمانی، 8 ترجمه به عربی و همینطور میتونید ادامه بدید به ترکی و زبانهای هندی و غیره. حتی برخی محققین در اینکه خیام دانشمند و فیلسوف و خیام شاعر یکی هستند یک کمی هم تردید کردن. من معتقدم که نباید در این نکته اغراق کرد، برای اینکه خیام شاعر و دانشمند و فیلسوف همه به دنبال یافتن اسرار حیات هستند. یعنی شما میتونید ارتباط‌های بسیار نزدیک ذهنی از حتی خیام ریاضیدان، حالا مثال خدمتتون میدم، در بین رباعیاتش پیدا کنید و درک شاعرانه ای که به ما میده در واقع یک ذهن ریاضی رو نشون میده که این هم نکته جالبی است. نکته دیگر این که افرادی که آثار خودشون رو نسبت دادن به خیام، همونطور که گفتم قبلا خدمتتون، به این دلیل بود که احترام شاعرانه، احترامی درباره شاعرانگی ذهن خیام وجود داشت و وگرنه شما شعرتون رو به دانشمندی که فقط به هندسه میپردازه نسبت نخواهید داد. خب همگی در درک شعر شاعران به مسائل خودمون میاندیشیم. فیتزجرالد هم براش خیام یه ترکیبی از یک فلسفه دور از دست و خیلی مرموز مشرق زمین بود و یک روح اپیکوری به اصطلاح خیلی لذتگرای که ساکن حرم‌های شرقی که توی ذهن این اروپایی‌ها که واقعاً با محدودیت‌های بسیار و تابوهای خیلی بزرگ در این انگلیس ملکه ویکتوریایی برخورد داشتن، این ذهن رو که میتونه به این آزادی درباره حیات
و لذت‌های حیات زندگی صحبت کنه، این رو در بر گرفتن و نکات دیگر رو درباره خیام واقعا نکاویدن و دنبال نکردن. یکی از سوالاشون این بود، واقعا یکی از نکاتی که خود فیتزجرالد در سخنرانی‌های مختلف بهش اشاره میکنه این است که وقتی که از خطر میگذره، یعنی مقدمتا خیلی نگران بوده که اصلا این ترجمه دیده نشه و یه مدتی مسکوت میذاره، بعد دوباره برمیگرده بهش. بعد از این که دیگه شناخته شدن خیام به جایی میرسه که خود فیتزجرالد هم نگرانی نداشته، اکثرا به این نکته اشاره میکرده که اگر یک شاعر مسلمان بتواند با این اصول صحبت به این واضحی درباره زندگی بکنه، چرا یک شاعر مسیحی انگلیسی نمیتونه این کار رو بکنه. و به این دلیل میبینی که خیام، یک بعدی از ذهن خیام برای انگلیسی ها خیلی بعد مهمی میشه. من میخوام در ادامه صحبتم که یه مقدار کمترم مونده از این چه کتاب حال گفتم که امیدوارم جا برای سوال و جواب هم بذاریم، میخوام بپردازم به اشعار خیام و میخوام واقعا تأکید رو بذارم روی این جهانی که ما خانه خودمون میدونیم و این روزها بسیار در خطر میبینیمش در سراسر جهان، چه آبها، چه گلها، چه دشتها، چه رودخانه ها، همه. این جهانی که ما خانه خودمون میخونیمش، خیام چه درکی از این فضای زیستی داره؟ و از اونجا که دانشمند هست، در واقع فضای زیستی هم براش بسیار مهمه. آیا خیام جهان بیرون رو به شکل زیست شناسانه نگاه میکنه، به شکل شاعرانه نگاه میکنه؟ و وقتی که به این مسئله میپردازید، میبینید که در نقد ادبی که انجام شده در زبانهای اروپایی امروز، معمولا شاعران رو زیاد متوجه به محیط نمیبینن. حتی یک به اصطلاح تصور غلطی وجود داره که شاعر میره تو اتاق خودش، درو میبنده، شعر میگه. بنابراین این از جهان بیرون چه میدونه؟ این تصویر کلیشه‌ای هست به اصطلاح که حتی یک منتقد محیط زیستی داریم، آقای لارنس بول، اینو میگه که میگه خواندن و نوشتن متعلق به درون خانه و پشت درهای بسته است. در واقع تا نویسنده ذهنش را از دنیای بیرون منفک نکند، نخواهد توانست بنویسد. تازه باید اضافه کرد که نوشتن دفتر و دستک خودش را لازم دارد که همیشه نمیشود آن را همراه خود برد. که این البته نشانه این هست که باز یک تصور فرهنگ خاص تعمیم داده شده به تمام جهان. اولین فکری که وقتی من این چند جمله رو خوندم در باب خیام از ذهن من گذشت این بود که خب نه، اگر این شاعر یک فیزیکدان و کیهانشناس در رده عمر خیام باشه، این به آسمان هم داره دائم نگاه میکنه، از زمین که گذشته، نه فقط شیفته زمین، شیفته کهکشان هم هست. حافظش هم خیام رو از دفتر و قلم بی نیاز میکنه، ما در این مورد کاملا سند داریم. حتی بدون این حافظه هم چه بسا که از فرم ترانه به این دلیل استفاده میکنه که در هر لحظه و هر کجا که هست میتونه این مشاهدات کیهانی رو برگردونه و به آسانی به خاطر بسپاره. حالا آیا اگر خیام به آسمان نگاه نمیکرد و درباره کوچکی اندازه خودش و بزرگی جهان نمیاندیشید، ممکن بود بگه که این چرخ فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دامیم. که البته به درک مثالی افلاطون هم برمیگرده. این چرخ فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دامیم. خورشید چراغ دان و عالم فانوس، ما چون صوریم کندران حیرانیم. یعنی همینجا شما ذهن مهندسگونه خیام رو با زیبایی های این تصاویر در جهانی که میاره، اینو برای ما میکنه یه فانوس برای اینکه بتونیم ببینیم زیبایی هاش رو و حرکت هاش. حالا یک محقق دیگر، این شخص آمریکایی هست، پال شپرد، که میگه که تمایلات حفاظت محیط زیست از جمله دلمشغولی های یک شاعر خیلی آگاه باید باشه.
میگه که به خاطر داشته باشید، این نقل قول ازشون، به خاطر داشته باشید که هرگز درخت یا کوه یا دره یا گلی که درباره اش شعر بنویسید و در حفظش بکوشید از شما تشکر نمی کنند. البته در جهان عمر خیام این درست نیست. در جهان خیام طبیعت گنگ و بی زبان نیست، داره مرتب تشکر میکنه. ابر میاد و بر سر سبزه میگریه، باران میاد و چهره لاله رو میشویه. یعنی حیات زیستی در اطراف خیام زنده و گویاست. و آقای بوئل که از بی‌اعتنایی شعر و شاعران نسبت به اشیا گله داره، میگه که انقدر این افراد روی خودشون متمرکز هستن که اشیاء بیرون رو فقط به عنوان پس زمینه مورد استفاده قرار میدن. باز هم این نقد طبیعت گرایانه در مورد خیام اصلا صادق نیست. طبیعت جاندار که هیچ طبیعت بیجان هم در ترانه های خیام حضور بسیار زنده و پررنگی داره. میگه همه این ربایی رو میدونیم، این کوزه چون من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است، این دسته که بر گردن او میبینی دستی است که بر گردن یاری بوده است. البته این ربایی یک زمینه خیلی خاص فرهنگی داره. اولا کوزه حاوی شرابه که شور ناشی از مستی رو بیان میکنه، که یه متافور خیلی با ارزش و برجسته است در زبان شعر فارسی. ثانیاً کوزه از خاک ساخته شده که به نقطه پایانی حیات انسان اشاره میکنه. با این همه مشخص هست که کوزه گلین برای خیام ادامه وجود انسانی است و دستش نماد یک دستی است که برگردن معشوقی بوده و دردهای جدای معشوق رو تجربه کرد. در این حال در نقش دانشمند برجسته‌ای که عادت به حل مسائل پیچیده داره، خیام اغلب از معضلات بی پاسخ صبر خودش رو از دست میده. کلن آدم صبوری هم نبوده، همونطور که از مثالهای قبلی دیدی. آدم متظاهری هم نبوده، یعنی اون چرا که میاندیشیده میتوانسته با وضوح کامل بیان کنه. این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت، این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت، کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت. هر کس سخنی از سر سودا گفتن، زان روی که هست کس نمیداند گفت. و در واقع دیگه از این صادقانه تر و کوبنده تر نمیشه درباره معضل جهان هستی که مرگ هست. و برای خیام همونطور که گفتم کوتاهی عمر و مرگ انسان که چنان خلق شده که از ذهن نقاد و حقیقت جو و عقل توانای خودش کمک بگیره و این کوزه باید بشکنه یا این جام باید بشکنه. جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. اما حقیقت این هست که واقعا این جهان گذرا و ناپایدار برای خیام زندان نیست. یک کاروانسرای کهنه و در هم شکسته هم که میایم و ازش میگذریم نیست. در واقع خیام انقدر عاشق این جهانه که از صمیم دل آرزو میکنه که مجال داشت که باز هم به این دشت سرسبز بازگرد. ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی. کاش از پی 100,000 سال از دل خاک چون سبزه امید بردمیدن بودی. یعنی عشق به این حیات و به این زیبایی ها هرگز نباید ترجمه بشه در آثار خیام به بیزاری از زندگی و اینکه کاروانسرای کهنه است اینجا که ما باید ازش کوچ کنیم.
و اگر این بازگشت از مرگ به حیات از دید خیام ممکن نیست، اگر انسان ها نمیتونن مثل ساقه های ترد علف دوباره از خاک برویند، اما میتونن شباهت های خودشون رو با اجزای دیگر طبیعت جدی بگیرن و کوچکی خودشون رو درباره این ناشناخته بسیار عظیم ببینن و به طرفش پیش برن، نه با خود بزرگ بینی و به خود تلقین کردن که همه چیز رو میدونن، بلکه با کوچکی کسی که میخواد این معضل بزرگ رو تا حدی که میتونه باز کنه. چرا که ما یک قطره آب بود و با دریا شد، یک ذره خاک و با زمین یک جا شد. آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. حالا به اون از دید من به مگس به عنوان یک موجود بد یا کثیف نگاه نکنید، فقط کوچکی مگس، بی خانگیش، این که اینجا خانه نمیتونه برای ابد بسازه، این رو با ما تشبیه میکنه. اما این جهان گذرا همونطور که گفتم دلنشین ترین ویژگی ها رو هم داره، از جمله نظم ریاضی که خیام عاشقش هست، این مردمی که جام لطیفن، دشت های سرسبزی که بهشون اشاره کردیم، و از همه مهمتر اینه که حیات از تکه های از هم گسیخته وجود تشکیل نشد. هر ساقه نوپای چمن به زمین کهنسال وصله و هر تکه زمین بدن انسانی رو در آغوش داره. این هر سبزه که بر کنار جویی رسته است، گویی ز لب فرشته خویی رسته است. پا بر سر سبزه تا به خاری ننهی، کان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است. یعنی ارج گذاشتن به این حیات و زیبایی‌هاش رو دیدن واقعا یکی از بزرگترین خواسته های خیام. و باز هم قبل از اینکه سخن رو کوتاه کنم، نقل قول دیگری از پل شپرد که بهش اشاره کردم هست که میگه چنان خودمان را از جهان جدا و مستقل میدانیم که انگار کیسه های مهرموم شده ای هستیم، حالان که حتی پوستمان که به ظاهر یک لایه بسته است، در عمر مثل سطح یک نهر آب است یا مثل زمین زیر خاکی زمین خاکی جنگل، نه چون صدفی که ما را از جهان بیرون جدا می کند. زیبایی حیات از دید آقای شپرد در این است که ما ادامه طبیعتیم. و واقعیت این است که خیام قرن هاست که این رو به ما درس داده، قرن هاست که این پیوستگی تمام ذرات طبیعت رو به ما درس داده و به ما یادآور کرده که همونطوری که گفتم ما پاره جدا نشدنی از اون هستیم. بر بستر خاک خفتگان میبینم، در زیر زمین نهفتگان میبینم، چندان که به صحرای عدم مینگرم ناآمدگان و رفتگان میبینم. شما دیگه بیش از این به هم پیوستگی حیات رو نمیتونید روش تأکید کنید. به همین مسئله که باز آقای شپرد میگه انسان آنگونه به جهان نیامد، و این نکته زیباییست، انسان آنگونه به جهان نیامد که مسافری در مقصد از قطار پیاده میشود. انسان همچنان به جهان می آید آنگونه که یه شاهکار هنری خلق می شود. او از ده ها ایستگاه می گذرد بیان که هیچ کدامشان را پشت سر گذاشته باشد، و دریافت این اتصال حیات مستلزم نگریستن به ایستگاه های قبل از تولد و مرگ هست که همونطور که خدمتون گفتم خیام به زیبایی به اونها، به چرخه حیات و به چالش هایی که ما برای بقا باید بکنیم برای توان بخشیدن انسان به دست یافتن به یک شادمانی عمیق‌تر، نه یک شادمانی گذرا،
جزء دروس اصلی است که از ذهن خیام به ما میرسه. شاید هم به همین دلیل که در نهایت آگاهی از گذرایی و شکنندگی جهان باعث میشه که ما ارج بیشتری بهش بگذاریم و بیشتر بشناسیمش. گر یک نفس از زندگی میگذرد، مگذار که عمر جز به شادی گذرد، ببخشید جز به شادمانی گذرد، هشدار که سرمایه سودای جهان عمر است، چنان کش گذرانی گذرد. و البته نمیخوام باز بگم که خیام هیچ چیز به جز شادی ندید و هیچ مشکلی نداشت و هیچ گله‌ای نداشت. مبارزات متفکرانی مثل خیام واقعا فریادهایی بود که در قالب شعر میخواست انسانها رو به خود بیاره، به نظم حیات اشاره کنه، به بهره‌هایی که انسان از حیات میتونه اشاره کنه و انسانی که میتونست این راز رو به طرفش بره و حتی آمد و رفت ما رو با این قوانین دقیق حیات، قوانین ریاضی حیات بیان کنه، کسی جز خیام نیست. اجازه بدیم که اولا به یاد داشته باشیم که هرچه داریم زاییدن سوالهایی به جواب علمی است و با این رباعی ریاضی خیام، این دایره ای که آمد و رفتن ماست، این دایره ای که آمد و رفتن ماست، آن را نه بدایت نه نهایت پیداست، کس می نزند دمی در این معنی راست، این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. اجازه بدین که با این دایره خیامی تموم کنیم. من در خدمتتونم. خواهش میکنم خانم دکتر، خیلی استفاده کردیم از صحبتتون و به نظرم یه رویکرد و یه بینش خیلی جدید بود، چون توی در حقیقت بحث های جدیدی که در ارتباط با محیط زیست مطرح میشه، یکی وجود این مبانی پارادایمی و فلسفی. خواهش میکنم، من یه لحظه صدا شما رو کاملا از دست دادم، اگه ممکنه لطفا. داشتم عرض میکردم خانم دکتر، روی کرد و نگاه خیلی جالبی بود به خیام و روی نکته خیلی مهمی انگوش گذاشته بودی، چون توی رویکردهای جدیدی که به مسئله شناسی وضعیت بحرانهای محیط زیستی در جهان و ایران که یکی از کانونهای مهم این بحرانهاست اشاره میشه، این حس گسسته بودن و جدا بودن انسان از محیط زیست یکی از مسائل اصلی و بنیادینیه که این بحران‌ها رو رقم میزنه. و حالا وقتی که آدم نگاه میکنه و حالا از منظر شما داریم نگاه میکنیم، در چند قرن پیش متفکری این چنین پیوستگی رو با طبیعت و با جهان پیرامون خودش میبینه، اگر امکان بازگشت به این مبانی فلسفی و مبانی اندیشه‌ای باشه و بر اون اساس بشه نظام‌های حکرانی رو طراحی کرد که مبتنی بر این مبانی فلسفی باشن، یه بخشی از بحران‌های محیط زیستی که باش روبرو هستیم کنترل میشه و اصلا به نظر میرسه که جدای از این مسیر، مسیر دیگری پیش رومون نیست. یعنی اگر به همین مسیر بخوایم ادامه بدیم، حیات انسان روی کره زمین کامل به خطر میفته و ما در ایران دیگه اینو داریم با گوشت و پوست و خون خودمون احساس میکنیم. یعنی منابع آبی که از دست رفته، هوایی که از دست رفته، خاکی که داره از دست میره و به طور کلی منابع زیستی که توی چند قرن و توی چند هزاره در یک قلمرو جغرافیایی پدید آمده بود، طی چند شاید کمتر از یک سده به شدت تخریب شده و اون وقت آدم افسوس میخوره که این مبانی اندیشه‌ای و فلسفی در ایران وجود داشته اما ازش فاصله گرفتیم. من چند تا از سوالاتی رو که دوستان طرح کردن رو خدمتون میخونم خانم دکتر و خودم هم سوالاتی رو داشتم در ادامه خدمتون عرض میکنم. یکی از دوستان پرسیدن که چرا علوم انسانی ما، به خصوص علوم انسانی معاصر،
نسبت به گذشته رشد چندانی نداشته خانم دکتر. یعنی به نظر میرسه ما شخصیت‌های فلسفی و اندیشه‌ای که حالا با تسامح میتونیم امروز همون لیبل علوم انسانی رو بهشون بزنیم و ذیل اون جریان قرارشون بدیم، هر چقدر در تاریخ خودمون جلوتر اومدیم انگار کمرنگ و کمرنگ‌تر شدن. ما خیام رو تکرار نکردیم، حافظ رو تکرار نکردیم، سعدی و مولانا دیگه تکرار نشدن و از یه برهه‌ای به بعد به نظر میرسه که ما در زایش یه اینطور شخصیت هایی در ایران دوچار مشکل شدیم. دوستمون پرسیدن که به نظر شما علت این موضوع چی بوده؟ ببین من فکر میکنم که تا جایی که توان من هست که بشکافم این مسئله رو، فکر میکنم که این بحران علوم انسانی متاسفانه بحران جهانیه. ما میبینیم که در بعضی از کشورهایی که فرهنگهای بسیار عمیق و پیشرفته دارن مثل ژاپن، به اندازه‌ای تقاضا برای مسائل تکنولوژیک و اینکه اونها دیده میشن به عنوان پاسخ به تمام سوالات ما، حرکت به سمت بیشتر کردن اون رشته ها و کوچک کردن رشته های علوم انسانی است. حالا من فکر میکنم که یکی از دلایل این مسئله، این در نقاط مختلف البته میدونیم، مورخ ها به ما میگن که هیچ چیزی رو تعمیم ندید، باید نگاه کنید به منطقه و ببینید که چه اصول خاصی رو ما میتونیم، چه فاکتورهای خاصی رو در اون منطقه میتونیم ببینیم. در کشورهای خاورمیانه اگر بهش نگاه کنیم، من فکر میکنم این حجم وحشتی که برای ما پیش آمده از اینکه جهان داره میره به طرف تکنولوژی و ما داریم عقب میمونیم، ما نخواهیم. و البته تکنولوژی مهمه، امیدوارم کسی اینو به این معنا که من واقعا ارجی نمیذارم به بزرگانی که داریم در حال حاضر و جوانانی که داریم که دارن به مسائل تکنولوژیک و علمی به اصطلاح فیزیکی میپردازن، بسیار لازمه، ولی این مسئله که من وقتی که برای تحصیلات مقدماتی، تحصیلات ببخشید رشته‌های بالاتر به انگلیس رفتم، متوجه شدم که جای فیلسوف و مهندس در انگلیس برعکسه. در ایران ما مهندس خیلی ابهت داشت و خیلی کارهای مهمی انجام میداد. در انگلیس مهندس تکنولوژی بلد بود، ولی اگر کسی فلسفه خونده بود بسیار در رده بالا دیده می شد. حالا این زمانی که من اونجا بودم و اولین سوالی که بر من پیش آمد این بود که این نیازی که ما داشتیم به این که تکنولوژی رو بسازیم به چه ترتیب باعث شده که جوانهای ما اول به طرف علوم فیزیکی و بعد رشته علوم طب، علم طب، و بعد از اون هم بر مثال فرض کنید شما اگر بخواید پرستیج رو نگاه کنید، میبینین که باز دوباره ما میریم به ابعاد علمی قضیه. منتها واقعا در بین جوانهای ایرانی تبار آمریکایی این داره عوض میشه. یعنی من با کمال شادی میبینم که اینها علاقه نشون میدن به فرهنگ ایرانی، به فرهنگ جهان. حالا نمیخوام بگم فقط ایران باید، ولی اینها میخوان ریشه های فرهنگی خودشون رو بهتر بشناسن، توجه میکنن. حتی اگر دارن دانشکده پزشکی میرن و دارن براش زیست شناسی میخونن، در کنارش یک میجر دوم برمیدارن که مربوط به مطالعه فلسفه، روانشناسی. من الان در ترمی که الان تموم کردیم، دانشجویانی که تو کلاسم بودن، یکیشون دانشجوی روانشناسی بوده، دانشجوی تکنولوژی کامپیوتر، و اینا همه کسایی هستن که دارن توجه نشون. من فکر میکنم که بار مسئولیت سنگینی به گردن ما به عنوان افرادی که آموزش رو دارن ارائه میکنن وجود داره که این راه ها رو باز کنیم، این راه ها رو باز کنیم و ارج بگذاریم، جایزه های خاص بگذاریم، انتشار آثار بگذاریم. که البته من باید خدمتتون بگم واقعا ایران در منطقه از نظر توجه به موضوع به هیچ وجه از کشورهای اطراف عقبتر نیست، چه بسا مراحلی بهترم هست، ولی باز هم باید بهتر از اینها باشه.
برای اینکه این افراد مال جهانن و مال گذشته نیستن، میتونن واقعا راه رو برای ما باز کنن. من امید بزرگم این هست که ما بتونیم ارتباطات دقیق تر و مستقیم تر با ایران داشته باشیم. وقتی که، حالا نمیخوام وارد بحث‌های سیاسی بشیم، ولی وقتی که قراردادهای به امضا میرسید، ما اینجا در شادی بودیم که ما میتونیم از ایران دانشجو بیاریم، به ایران دانشجو بفرستیم. الان توی آفیس من آقای جان مولن نشسته که یه جوان آمریکایی 20 ساله، 21 2 ساله است، فارسی روان حرف میزنه، مینویسه، عاشق اینه که یه روز بتونه بره ایران. بنابراین ما بتونیم این راه ها رو باز کنیم، انسان ها به هم بسته وابسته، یعنی اتصال پیدا کنن، انشاءالله علوم انسانی هم به اون طرف پیش میره. ولی من واقعا درک میکنم نگرانی های ایشونو، از نگرانی های همه ما هست و سعیمون در اینه که تا جایی که میتونیم باز کنیم راه ها رو برای این کار. درست. خانم دکتر، با توجه به اون مبانی فلسفی و فکری که خیام از اونها صحبت میکنه، بعضی از اندیشمندان به این اشاره کردن که ما به نظر میرسه برخلاف غرب که قرون وسطایی داشتن و بعد به دوره روشنگری رسیدن، به نظر میرسه که در ایران ما مسیر معکوسی رو طی کردیم، یعنی دوران روشنگری ما پیش از قرون وسطای ما بوده، اول دوره روشنگری داشتیم بعد وارد دوره قرون وسطا میشیم. میخواستم نظر شما رو با توجه به موضوع برنامه امشب که داریم در مورد خیام صحبت میکنیم و فلسفه و اندیشه‌ای که در ازش دفاع میکنه و در حقیقت به واقع کلمه اون صفت همه چیزدان برای خیام قابل ترک کردنه و بعدها خب توی همون چند قرن بسیاری از بزرگان ادب و علم ایران پرورش پیدا میکنن اما بعد از اون متوقف میشن، میخواستم ببینم آیا شما هم با توجه به این افراد با این موضع موافق هستید که ما دوره روشنگریمون پیش از دوره قرون وسطامون بوده یا اینکه نه؟ ببینیم، دوران قرون وسطا پیش از دوران روشنگری ما دوران مفصلی بوده، خیلی هم خوب بوده و من فکر میکنم که امکانات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و غیره شرایطی همیشه فراهم میکنه برای اینکه در یه منطقه علم بتونه شکفته بشه و پیش بره. اما این که این شکفتگی به پایان رسید و همه چیز تمام شد، این هم یکی از واقعا متاسفانه دردهای بزرگی است که ما از شرق‌شناسان اروپایی به هدیه گرفتیم، که هدیه که چرس کنم، برای اینکه این افراد زبانهای اروپا شرقی رو خیلی خوب یاد می گرفتن، ولی رو صندلی توی خونهشون متون رو میخوندن و درباره مردم جهان صحبت میکردن، درباره مردم ما صحبت میکنن. برای مثال در رشته من همیشه گفته میشه که ایران شاعران بسیار بزرگ داره ولی منتقدان ادبی هرگز نداشته. اشتباهی از این بزرگتر ممکن نیست. میدونین چرا؟ برای اینکه شما وقتی که مولانا رو میخونید میبینید نصف صحبتش ارزیابی از زبان و ادبیاته. خودش داره میگه که این زبان من چی هست، باهاش چه کارهایی میگه، شعر من نان مصر را ماند، بعد درباره تغذیه این صحبت میکنه. این افراد چرا این فکر رو میکنن؟ چون دنبال یه کتابی با اسم نقد ادبی میگردن، این کتاب نقد ادبی رو اینجا پیدا نمیکنن، بعد میگن آخ چه بد که این ایرانیا این همه شاعر بزرگ داشتن ولی اصلا منتقد ادبی نداشتن. خب این بسیار کوتاه بینیه متاسفانه. بعد ما خودمون خیلی از اون عقاید رو دوباره میگیریم. حالا من نمیخوام واقعا بگم که ما باید بگیم همه چیز عالیه و هیچ حرکتی نکنیم. اتفاقاتی که افتاده، از جمله بسیار حرکات اقتصادی، سیاسی و غیره، تسلط اروپا بر یک مناطقی از جهان، مسائلی که خودمون در داخل باش درگیر بودیم در طی قرون، اینا همه اثر داشته. اینا همه در اینکه جلوی اون شکفتگی خیلی بزرگو بگیره اثر داشته. ولی از اون طرف هم شما ببینین، باید واقعا نگاه کنیم چرا آمریکا یه دفعه اینجوری شکفته میشه؟
طلا پیدا میکنه. شما باید مسئله تاریخ طلا پیدا کردن رو دنبال کنید و وصلش کنید به شکوفایی این مملکت، میبینید که چه تأثیر اقتصادی، چه نقش مهمی داره. بعد مرکز مهاجران بزرگ میشه و غیره و غیره. من به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، در اگر من روزی چه اینجوری تصور کنم که دوران روشنایی ما به پایان رسیده، باور کنین روز آخر عمرم خواهد بود. اصلا اینطور نیست. من ایران رو، هموطنانم رو از جمله شکفته ترین، اندیشمند ترین، جویاترین مردم جهان و پویاترین مردم جهان میدونم. تحت مشکل ترین شرایط، تحت مشکل ترین شرایط ما الان هر حرکتی در جهان میخواییم بکنیم با مشکلی روبرو هستیم. ولی با این حال به سینمای ما نگاه کنیم، به تئاتر ما نگاه کنیم، به نقنویسی ما نگاه کنیم، به آثار به اصطلاح داستان نویسی ما، رمان نویسی ما نگاه کنیم، به مترجمین ما نگاه کنیم. همه برجستن. البته به نظر من نباید به این نتیجه برسیم که نباید حرکتی کرد. باید راه ها رو حتی الامکان باز گذاشت. هیچ راهی به جز دانستن برای باز کردن به آینده نیست. و هرچه بیشتر من واقعا بعضی وقتا هموطناری رو میشناسم که در دهات کوچک برای ساختن یک مدرسه کوچک میرن و در سنین بالا یک شب روی یک مثلا تخت که اصلا وجود نداره، یک دوشک ناراحت میخوابن در اینکه بتونن افراد ده و جمع کنن، در اینکه بتونن مدرسه اونجا درست کنن، مطمئن بشن که جوانها میتونن از اون مدرسه استفاده کنن. واقعا این راه ما هست. به نظر من فرهنگی که فردوسی داره، که مولانا داره، که حافظ داره، که سعدی داره، هیچ وقت راهش تاریک نمیشه. ما باید این، باید این ارتباطات رو زنده نگه داریم. ببخشید این مسئله برای من خیلی چیز داره، بار عاطفیش خیلی زیاده. بعد افهم. فقط یه پرسش مطرح میشه خانم دکتر، یعنی شما فکر میکنید که در زمانهای بعدی، یعنی بعد از مولانا، بعد از خیام، بعد از حافظ و بعد از سعدی، ما افرادی رو داشتیم در این سطح که در حقیقت دوباره متولد شدن و دوباره رشد کردن، یا اینکه نه تکرار نشدن، یا شاید بگید که مثلا اصلا در تمام جهان هم همینطور بوده؟ یعنی ببینید دورانهایی هست البته که اب و فلو به قول معروف موج داریم، میاد و میره، جزر و مد داریم، اتفاق میفته. ولی ببینید ما اگر به یه دورهی بگیم این دوره انحطاط، بعد به این دوره توجه نمی کنیم، بعد روی این دوره تحلیل نمی کنیم، بعد روی این دوره نمی گردیم و پیدا هم نمی کنیم. امروز ما میبینیم که در اواخر دوران صفویه، وقتی که واقعا فضا بسیار برای شاعرها فضای قابل رشدی نیست، خیلی ها به هند میرن، درسته؟ سبک هندی رو حرفشو میزنیم. امروز دانشمندانی هستن، همکاران خود من، آقای پول لزانسکی آمریکایی، در بین ایرانی ها و غیره، که دارن نشون میدن که سبک هندی اون چیز منحطی که ما بهش فکر میکردیم نبوده. در واقع یه تغییر سبک و یک حرکت در یه جهت جدیده و داره بارهای خودش رو هم نشون میده. حالا دیگرانی پیدا شدن که حتی میگن اونجورم نبوده که همه شاعرهای برجسته ما هند رفته باشن. اینی که میخوام بگم بله بودن، بسیار بودن نویسندگان. شما وقتی که میرسین به دوره‌ای که توش فرخزاد و شاملو و نمیدونم اعتصامی و بهبهانی و غیره داریم، اینها رو شانه اون قولها وایستادن. اینا نمیتونستن بدون اون سابقه به این نقطه برسن. من واقعا میگم باید بپذیریم که دورانها با هم متفاوتن، خواسته ها متفاوته، امکانات متفاوته، ولی نقطه پایانی نمیبینم، حتی انحطاط به اون صورت نمیبینم. درست، سپاس کنم خانم دکتر. خانم دکتر، علت توجه غربی ها به خیام و به ویژه رباعیات خیام به نظرتون چی بوده؟
خب میگم در مقدمه یه دفعه یک شخصی رو کشف میکنن. خیلی خوب شد که این مسئله مجدداً مطرح شد. شما اگر ترجمه های فیتزجرالد رو بخونید، در واقع فیتزجرالده، یعنی خیام رو گرفته و اون رو اونجوری که خودش میدیده به ما پس داده. حتی یکی از هم اساتید من در گذشته، آقای دکتر منوچهر، اسمشون خاطرم نیست، ایشون خیام رو مجدداً به فارسی، خیام فیتزجرالد رو مجدداً به فارسی ترجمه کردن، برای اینکه نشون بدن که تا چه اندازه فیتزجرالد از خیام فاصله میگیره و در واقع خودش هست اونجا که داره صحبت میکنه. حالا نمیخوام بگم با هدف مخدوش کردن، ولی یکی از هدفهای فیتزجرالد اینه که به انگلیس ملک ویکتوریایی بگه که شما نمیتونید با یه متفکر قرون وسطایی ایرانی در روشنفکری مقایسه بشید، شما در این حد هستید. این جذابیت اصلی خیامه براشون. بعد خب ترجمه فیتزجرالد زیباست، از نظر شعری جذابیت داره و این افراد دیگه خیام رو کشف میکنن. من خاطرم هست، باید خیام فوق‌العاده است از نظر زیبایی. من یه شاگرد فلسطینی داشتم سالهای پیش که فارسی میخوند با ما و در مرحله ادوانس بود و قرار بود که البته ما به غیر از فارسی هیچ صحبت دیگه ای نکنیم. من به دلیلی که خاطرم نیست شروع کردم به خوندن این رباعی که هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم ماند ز اسرار که معلوم نشد. 72 سال فکر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. این یه دفعه سر خودش گرفت با دست رفت، چون که به انگلیسی گفتن that is why، برای خاطر اینه، برای خاطر اینه که خیام. من تو چی داری میگی؟ گفت من یه عمری خیام به عربی خونده بودم، من نمیفهمیدم این اینه، یه فارسی خوندم. این خیام واقعا جذاب به دلیل اینکه رباعیات کوتاه، میتونین در خاطر بسپارین، فوق‌العاده سرشار از نکات هوشمندانه و دقیق و زیباست. و خب دیگه چی میخواید از شعر؟ اینه که بر من بلافاصله شروع میکنه به ترجمه شدن به زبانهای مختلف و شاعران کشفش میکنن، شاعران زبانهای دیگه. اینه که دلیل اصلی و مقدمه شاید اونه برای انگلیسی ها، ولی بعد جای خودش رو خیام باز میکنه. البته سعدی هست با از طریق امرسون، حافظ هست از طریق گوته همونطور که میدونین، مولانا هست از طریق افراد مختلف که بعضی هاشون اکاش ترجمه نمی کردن. بله خب درست، سپاسگزارم خانم دکتر، خیلی خیلی لطف کردید. یه پرسش دیگه هم هست و اون این که البته داخل صحبتاتون بودم و یه بار دیگه طرح کنم که اگر نکته‌ای بود اضافه بفرمایید، و اون اینه که منابعی که خیام در حقیقت مبتنی بر اونها تبدیل میشه به خیام ریاضیدان، خیام فیلسوف و اشعار خودش رو، اون نظام اندیشه‌ای که از دل اونها اشعار و رباعیاتش در میاد، در حقیقت چه منابعی بودن خانم دکتر؟ منهای ابن سینایی که بهش اشاره کردید. خب ابن سینا خیلی بهش الهام میده در زمینه فلسفه، ولی همونطور که گفتم خدمتتون، مثلا دو ریاضیدان بسیار برجسته ایرانی که خیام میخونه و بهشون خیلی ارادت داره، یکی کرجی هست، یکی نیریزی. اینها همه آثار نوشته دارم. ما در شهرستانهای مختلف، استحبانات امروز، نیریز، نصف، ما در این شهر ریاضیدانهای بزرگ داشتیم که رسالات ریاضی. ببین، چون خیلی وقتا این افراد ممکن بود سفر بکنن از شهری به شهر دیگه برای اینکه میدونن که مثلا در اصفهان کتابخانه ای وجود داره که اون رساله در جبر خیام رو اونجا میشه پیدا کرد، و این افراد قبل از خیام هم بودن. من با یه نسخه خطی کار میکردم خیلی وقت پیش، در دوران در واقع
دوره دکتری در انگلیس، که این یه در واقع برای زادروز یکی از شاهزاده های تیموری اسکندر میرزا درست شده. و این پر از تحلیل های ریاضی، برای اینکه محاسباتی میکرد در باره زندگی. ما شروع کردیم به دنبال کردن، اسم ایشون هم تقیه کاشی بود، حتی یه تقیه کاشی دیگه هست که کیهانشناسه و علم هیئت و اینا کار میکنه، این اون نیست. ما به این نتیجه رسیدیم که در آخر کار وقتی که دنبال کردیم ایشون رو، که تمام محاسبات ریاضی رو شخصا انجام داده، برای اینکه وقتی که استرلاب رو تعریف میکرد و من خیلی وقتا مجبور بودم برم پیش یک متخصص که بتونه ابعاد ریاضی این چیزا رو بشکافه، وقتی که این استرلاب رو تعریف میکرد و محاسبات رو تعریف میکرد، شما مطمئن بودین که میفهمیدین که داره این رشته رو میشناسه و با این داره کار میکنه. خب تقیه دین کاشی ریاضیدان رو، جمشید اسم کوچکش در واقع جمشید کاشی رو ما اصلا نمیشناختیم. یعنی من در حالی که یه مقداری روی تاریخ علوم کار کرده بودم به خاطر نسخه اسمش رو نشنیده بودم، وقتی دنبالش کردیم در یک خانواده ریاضیدان بود که پدر بعد از پدر رسالات ریاضی داشتن. و تازه شما در نظر بگیرین که زمانی نبود که این مطالب لزوماً همه حفظ بشن، ولی امروز وقتی که ما دنبال میکنیم میبینیم که در ایران و در هندوستان بزرگترین متخصصین علوم ریاضی وجود دارن. الان یک مقاله‌ای یکی از همکاران ما درآورد چندین سال پیش درباره محاسباتی که لازم بوده برای اینکه اون طرح‌های ظریف کاشیکاری دچار اشتباه نشه. یعنی شما میرین مثلا زیر اون گنبد نیستین، نگاه میکنین میبینین که اصلا در ظرافت حد نداره. ولی من تا اون روز به فکرم نرسیده بود. ایشون اونجا ادعا میکنه که ریاضی پیشرفته لازمه، و حالا شما در نظر بگیرید این ساختمان ها در کاشان هست، در یزد هست، در کرمان هست، در اصفهان هست، در شیراز هست. شما هر کجای ایران رو بگیرید، اینا که نمی رفتن از شهر دیگه ریاضیدان بیارن، این امکان اصلا نداشتن که بخوان این کار رو بکنن. ولی جامعه از نظر علمی و احترام به علم و استفاده از علم در حدی بودی که میتونستن این محاسبات رو انجام بده. البته اگر پادشاه بودین، خب کتابخونه خاص خودتون رو داشتید و ریاضیدانهای خودتون رو داشتید، طراحان خودتون رو داشتید، ولی جامعه در سطح کلی به هیچ وجه از اینها خالی نبوده تا قدیمترین مرحله‌ای که ما میتونیم برگردیم. همینطور اگر به نسخه های خطی نگاه کنیم، قدیمترین نسخه های خطی که ما داریم که نقاشی در اون دیده شده به قرن 11 و 12 برمیگرده، حتی تو 11 هم یکی هست. خب این ظرافت های اون نقاشی ها دوباره همه طراحی ریاضی لازم داشته، یعنی محاسبه لازم داشته برای انجام. از نظر ادبی البته خب ما خیلی چیز بیشتر داریم، شاید به این دلیل که حافظه مردم باز میتونسته بیشتر حفظ کنه این اشعار رو. البته نسخه خطی هم بسیار زیادن، اینجوری نیست که فقط، بعضی وقتا اینجا تو مغرب زمین میبینیم که اشاره میشه به این که فرهنگ شفاهی. خب فقط فرهنگ شفاهی نبوده، در واقع فرهنگ نوشته بسیار پیشرفته است. ما امروز فکر میکنیم که صدها هزار نسخه خطی فارسی در جهان هست که ما حتی باهاش برخورد نکردیم. این من تقریبا 3 سال پیش با یکی از همکارانم، همین آقای متیو میلر که گفتم که الان رئیس مطالعات دیجیتال ما هست و دکتریش رو در باره عراقی نوشت، با ایشون ما رفتیم هندوستان، رفتیم به محمود آباد، با چون راجع محمود آباد هندی هم یک کتابخونه عظیم نسخه های خطی فارسی داشت، و ما الان شروع کردیم به تعمیر کردن این نسخه ها،
یعنی ما البته ما افرادی رو تعلیم میدیم، این افراد رو میفرستیم اونجا که به اونا تعلیم بدن که این نسخه ها نابود نشن و بتونیم دیجیتایزشون کنیم، چون خیلی ظریفن. شما بعضی هاشون اگه دست بزنیم ممکنه خورد بشه. و خب اینا همه گنجینه هایی هستن که وقتی چه چیزهایی ما کشف خواهیم کرد، از جمله مثلا تاریخ، بخش بزرگی از تاریخ بیهقی که هنوز ما تمام قسمتاشو نداریم و خیلی چیزهای دیگه. اینه که پایه شعر و ادب که میدونیم چون نسخه ها مونده خیلی و مردم از حفظ داشتن و جنگ درست کردن. جنگ درست کردن یکی از مشغولیات اصلی ذهنی خیلی از افراد آگاه بوده. اینا یک بر خودشون یه دفترچه درست میکردن، چیزهایی رو که شایسته حفظ کردن میدونستن. حالا این میخواست یه رباعی خیام باشه، میخواست یه مسئله درباره مسئله‌ای در شهر خودشون و غیره باشه، اینها رو حفظ میکردن، به فرزندانشون میدادن. و اینا هم نشانه اینه که این علوم و این دانش‌ها زنده بوده بدون تردید. سپاسگزارم خانم دکتر. اون پروژه دیجیتال کردن نسخ خطی، همین نسخی رو هم که بهش اشاره کردید در بر میگیره؟ بله بله، ما واقعا ما الان به تازگی از مؤسسه علمی ملون یک گرانت خیلی بزرگ گرفتیم و از چندین همه مؤسسات علمی، البته اصلا دولتی نیستن. و اولین کاری که باید انجام میدادیم این بود که باید خوندن کلمات فارسی دست نوشته شده رو به این ماشین ها یاد میدادیم، چون اینا با چاپ آشنا هستن ولی با نسخه خطی آشنا نیست، نمیتونن بخونن. و الان ما تیم بزرگی داریم که در همین روشن، مؤسسه روشن، که از پست دکترال گرفته تا دانشجوی دکتری تا همکارانی که با دانشگاه‌های دیگه باشون کار میکنیم، داریم روی درست کردن اون چیزی که بهش میگیم OCR Optical Character Readers که بتونن ویژوالی، بتونن با چشم حروف رو بخونن و بتونن حروف دست نوشته رو بخونن. روی اینا کار میکنیم و قدم بعدی اینه که الان هم شروع کردیم که با کتابخونه های مختلف ارتباط برقرار میکنیم و با مجموعه های شخصی. مجموعه های شخصی بیشتر در خطرن، مخصوصا اگر در الان به خاطر بحران محیط زیست در هند و جاهای مختلف، اگر شما رطوبت و حرارت و سردی رو کنترل نکنین، این نسخه ها در کتابخونه ها در خطرن. اینه که اونا واقعا هدف های اصلی ما هستن. درسته، سپاسگزارم خانم دکتر. خانم دکتر یه پرسش احتمالا البته بستگی به این داره که آیا قبلا مطالعه‌ای در اون حوزه شده یا نه، ولی ممکنه پرسش جذابی باشه. به نظرتون جهان مطلوب خیام چه جهانی بود؟ ببخشید، جهان چی؟ جهان مطلوب خیام چه جهانی بود؟ یعنی اون جهان ایدئالی که در ذهن داشت و شاید آرزو میکرد انسان و خودش در اون جهان زندگی میکرد چه جهانی بود؟ و بعد سوال نهایی رو هم از خدمتون بپرسم بعد از اینکه به این پرسش، اگر خیام یه فرض محال میکردیم امروز در حقیقت دوباره در پیش روی ما قرار میگرفت، تصور میکنید که در حقیقت به مردمان ساکن در ایران چه نکاتی رو میگفت؟ عرض کنم که خیام اتفاقا این نقش، این که جهان رو چجوری باید ساخت، خیلی دوست داشته و خودش خیلی همیشه میگه اگر کارها دست من بود، من یه کاری میکردم که کازاده به کام دل رسیدی آسان. که آدم هایی که آزاده هستن یا مثلا علم ارزش میداشت یا مثلا کسی که چیزی نمیدونه بر اینو مسلط نمیکردم بر اونی که میدونه و میتونه کار بکنه. جهانی که خیام میخواد به نظر من جهانی است که در اون به مردم امکان و اجازه رشد هر دو داده بشه، هم اجازه هم امکان. شما فضای رشدی رو باید اولا اجازه بدین که توش رشد اتفاق بیفته، مثل گیاهی رو بذارین در جایی که این میتونه از نور و از
همه اون چه که لازمه فضا استفاده کنه، ولی بعد هم باید آبم بهش بدین، غذام بهش بدین و غیره. اینه که من فکر میکنم این جهان مورد علاقه خیام جهانیست که در اون انسان ها بتونن به کمالی که خودشون میتونن برسن. البته کمال هر کسی در چیزی و در جایی و در اندازه‌ای هست و که این افراد بتونن رشد کنن. آدم بسیار صریحی است و میخواد که حقیقت گویی در اطرافش اتفاق بیفته، نمیخواد که مورد تملق و به اصطلاح تأکید تأیید و تعریف قرار بگیره، میخواد سخن واقعی به حق بشنوه از مردم. بنابراین یه جهانی میخواد که توی اون آزادگان بتونن حرفشون رو بزنن، نظراتشون رو بیان کنن و هم بیاموزن و اینقدر درد زیاد نباشه. میخواد جواب پاسخهای علمی پیدا کنه برای اینکه بتونه دردها رو کم کنه. به نظر من واقعا خیامی که از جذابترین شخصیت‌های جهانه، یعنی گوشه نشینی میکنه، اصلا نمیخواد که ازش تشکر کنن یا هدیه‌ای بهش بدن یا کاری بکنن. اگر هم میکنه کاری رو برای گروهی، وقتی است که اون بعد علمی داره و بعد علمیش براش با ارزشه. و اما اگر اینکه امروز با ما بود چه میگفت؟ میگفت بیاموزید به هر شکلی که میتوانید، بیاموزید، درهای آموزش رو بر روی خودتون نبندید، بیاموزید و به دنبال سوالهای سختی که فکر میکنید بی جوابه برید برای اینکه ممکنه جواب پیدا کنید. و جوابها میتونن سختی انسانها رو کم کنن، مشکلات رو کم کنن، جهان آرامتری بسازن، صلح بیشتری ایجاد کنن. به ما میگفت بیاموزید و امکان آموختن رو برای دیگران هم فراهم کنید، یعنی پله بسازید برای بالا رفتن دیگران و خودتون هم از اون پله ها بالا برید، برای اینکه انسان، عروج انسان میتونه به مراحل بسیار عالی باشه. شاید از این نظر بشه گفت که خیام یه بعد عرفانی هم داره، برای اینکه به توانایی های انسان برای عروج انسانی اعتقاد داره. سپاسگزارم خانم دکتر. من پرسش ها رو خوندم، فقط اگر خودتون در پایان برنامه احساس میکنید نکته باقی مونده یا سخنی هست، ما در خدمتتون هست. نه، فقط میخوام با این تمام کنم که شاید در بعضی اوقات به نظر برسه که دوستانی که به ظاهر دورند به دل دورند، ولی اینجور نیست. دلهای ما عمیقاً به دلهای تک تک شما بسته است و خوشی و راحتی و پیشرفت آرزوی قلبی ماست و هر کاری که از ما بر بیاد در این زمینه فروگذار نخواهیم کرد. و به امید ایران پایدار، ایران صلح، پر از صلح و شادی، و به امید محیط زیست زنده و خوشی که بتونیم برش گردونیم به حیات. سپاسگزارم خانم دکتر. یکی از دوستان آخرین لحظه این نکته رو گفتن، اگر هم امکان داشت نظرتونم در مورد این نکته بفرمایید که این صحبت این دوستمونم مطرح کرده باشیم و بعد میتونیم با هم خداحافظی کنیم. بفرمایید. گفتن که فلسفه خیام در تقابل با تفکر افلاطونی و مبدا و معاد دایره‌ایه. نظر خودشون رو بیان کردن، اما اگر امکان داره شما بفرمایید که آیا با این موافق هستید، مخالفید یا نظر دیگه ای دارید. ببینین، با وجودی که خیام به اون عالم مثل اشاره میکنه، من موافقم که حدس میزنم که این چیز ببخشید اون جمله آخری که گفتم چی بود؟ دایره‌ای. من بعضی وقتا باید تو ذهنم ترجمهش کنم یکم. گفتند که آمدن و رفتن. بله، گفتن مبدا و معاد دایره‌ای. بله. ببینین، من فکر میکنم که اولا عالم مثلی
افلاطون رو نه، خیام بیشتر تو عالم بیرونه، تو عالم مثل شما تو غار نشستین عکس رو اونجا میبینین، عکس اونهایی که از بیرون غار رد میشن، و فکر نمی کنم که من خیام، البته من تخصص من فلسفه نیست و به هیچ وجه نمیخوام وارد یه چیزی بشم که نتونم به خوبی دربارش نظر بدم، ولی واقعا من خیام رو افلاطونی نمیدونم و فکر میکنم که در عالم مثل زندگی نمیکنه. از این مبدا و معاد دایره‌ای اگر منظورشون این هست که مجددا به حیات برمیگردیم و این چرخه حیات به این ترتیب دنبال میشه، نه اون رو هم من خیامی نمیدونم، یعنی فکر میکنم نظرم با ایشون نزدیکه. خیام از اون نظر چرخه حیات رو دائمی میدونه که ما رو همه دنباله دیگرانی که قبل از ما آمدن و آنهایی که بعد از ما خواهند اومد میدونه، نه به اون معنا که ما خودمون در این چرخه رفت و بازگشت داریم. امیدوارم پاسخ داده باشم. سپاسگزارم خانم دکتر، خیلی خیلی لطف کردید که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید، از صحبتاتون خیلی استفاده کردیم. اگر نکته یا سخن خاصی نیست میتونیم از همدیگه خداحافظی کنیم. شبتون بخیر و انشالله که خوب و خوش و موفق باشید. خیلی خیلی لطف کردید، ما روز خوبی رو برای شما آرزو میکنیم و موفق و پیروز باشید. شب خوش، خدا نگهدار.